من در همین رابطه گفتگوی می داشته باشیم با خانم سیمین بارگزای، عضو مجلس نمایندگان در استودیو با ما هستند. سلام شما خانم بارگزای، خیلی خوش آمدیم به برنامه. ما می خواهیم یک روایت از وضعیت امروز داشته باشین که انتخابات واقعا چگونه برگزار شد. شما هم در سمت از این هیئت اداری کاندید کرده بودین و انصراف دادین بعدن و آقای اومایین هم متهم کردن حکومت را به دست درازی در کار پارلمان. اینها واقعا چقدر مداخلات جریان داشتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و بیننده عزیز تلویزیون. خب امروز دیدیم بالاخره سال هشتم پارلمان آغاز به کار شد و امروز ما قرار بود که هیئت اداری تکمیل بشه و کار پارلمان آغاز بشه. خب در هر پارلمانی طبعا مشکلات های وجود داره، کسانی که میخواین کاندید کنن رقیبایی دارن که یکی دیگر رو متهم میکنه. من شخصا که داخل شورا بودم چنین چیز بر نخوردم که گویا حکومت از یک شخصی یا افرادی حمایت بکنه. این موضوعاتی است که کسانی که این موضوع میگن خب باید همیشه دلیل داشته باشن و بدون دلیل به نظر من در جایگاهی مثل خانه ملت بیان کردن این موضوعات خوب نخواهد بود. و مثل همیشه روند خود ادامه داشت و کسانی که خب طبعا هر کس مخالف و موافق خود داره و مشکلی که همه یا حتی تعداد زیادتری به یک نفر رای بدن، که البته ما به این باور بودیم که امروز باید هیئت اداری ما تکمیل میشد که متاسفانه بنابر بعضی سلیقه ها مان برای روزهای آینده. باز ببینیم فردا چه اتفاقی میفته. همین برخوردهای سلیقه‌ای یا همین موارد را معاون پیشین نخست مجلس نمایندگان مداخله گفتند و اینها را خلاف منافع ملی عنوان کردند. خب من چنین چیزی را ندیدم داخل پارلمان، چرا که من از وقتم صبح زود رفته بودم و تا فکر میکنم اواخر جلسه که خلاص میشد در پارلمان حضور داشتم. من واقعا چنین چیزی را ندیدم که کسی مداخله کنه. اما باز هم تکرار میکنم در پروسه انتخابات در هر عرصه در هر جا حتی در خود پارلمان هم مخالف و موافق خود داره و این جناهای سیاسی مختلفی وجود داره که یکی دوست داره کسی دیگه ببره، یکی دوست داره دوست خودش ببره یا مو کسی که در جناه سیاسی از اون است. بنابراین من چنین چیز رو احساس نکردم. هیئت اداری که داخل همین ترکیب بودن در سال گذشته هم چقدر کارایی داشتن که دوباره همین ها بیاین روی کار و همین ها کاندیدا هستن و شما هم آماده هستین که به اینها رای بدین؟ متاسفانه یک عده از اونا خوب کار نکردن و به او خاطر امروز رای لازمه نگرفتن، به خاطر از اینکه ما شاهد ازی بودیم که تنش های زیادی در پارلمان به وجود آمد. ما بین هیئت اداری که خود اینا که متشکل از 5 نفر هستن، اینا همیشه کوشش کردن همدیگر متهم کنن. به او خاطر نماینده زیاد دل خوش ندارن و میخواین که چهره های نو بیایه. چنان که شما پیشتر اشاره کردیم که من یکی از کسانی بودم که مثل گذشته من به عنوان یک خانم خواستم که همی به اصطلاح سنتی که 8 ساله 7 ساله ادامه داشت و یک خانم نتونست یک کرسی رو اون جزان خو کنه بشکنم و با وجودی که میفهمیدم هم که امکان داره رای نگیرم، اما به خاطر جرأت پیدا کنن خانم های دیگه که ما هم توانمندی از زیر داریم و از طرف دیگه ما سالهای گذشته کمی کار کردیم، به خاطر در سالهای گذشته هم دیدیم که چند تا خانم خود کاندید کردن رای نیاوردن. اما من متاسف بودم امروز که تاسف خوردم کسانی که بسیار نخبه هستند و در همه کنفرانس ها و برنامه ها داد از حمایت از زنا و حقوق زن میگن و میزنن و حتی امروز که تقریبا هفته حقوق زن بود، امروز دیدیم با برداشتی که من داشتم متاسفانه احساس میکردم که رای نمیگیرم، به او خاطر من انصراف دادم. هنوز هم جو مرد سالاری متاسفانه در پارلمان اشاره کردین. بله 8 سال است که همین تابو نشکسته، حداقل در همین دور چرا زنها در پارلمان نتونستن همواره رای دهنده باشن و این فرصت را نتونستین که یک گفتمان کلان را ایجاد بکنین با در تفاهم با سایر اعضای پارلمان که مردم باشن، حداقل در ترکیب شورای رهبری یا هیئت اداری مجلس یک کرسی داشته باشه؟
جای تاسف ما حد نه تنها که از برادران خو امروز گله دارم، از خواهرها خو هم گله دارم، بخاطر اینکه ازی که من واقعا تصور میکردم یا من یا هر کس، یک خانم چون هیچ کس کاندید نکرد، بالاخره من مجبور شدم خود کاندید کنم، بخاطر اینکه می بشکنه می روند شکسته بشه و من واقعا انتظار از زیر داشتم که خواهرام از صدا بلند کنن، چنانچه که به دیگران میگن بیایم علنی رأی بدیم یا به فلانی آدم دعا کنیم، اما وقتی که من یک خانم می خود کاندید میکنه سکوت میکنن خانم ها، در حالی که همه خانم ها میشینن به رسانه ها بسیار از حمایت از حقوق زن میگن و من باز یعنی هم محکی زدم این موضوع زن ستیزی واقعا بین زنان در خود پارلمان جریان داره، دقیقا وجود داره، برای شکستاندن این مسئله یا حداقل برای ایجاد تفاهم بیشتر شما چقدر تلاش کردین؟ در کل چقدر کار کردین؟ همی که من دوباره استاد شدم، با وجودی که سالهای گذشتم همی حرکت شد و من رای کم گرفتم، اما باز هم استاد شدم به خاطر از این بود که برای همه بفهمونم که ما میتونیم و بیایم همدیگر کمک کنیم، چنانچه که در گذشته کابینه که به افغانستان معرفی شد چند وزیری که آمد ما بین یک خانم بود و او واقعا لیاقت و شایستگی از زیر داشت، اما متاسفانه دیدیم رای نگرفت. این مشکل در افغانستان وجود داره و همیشه ما گفتم تا زمانی که زنها به زنها باور نداشته باشن طبعا مردم ندارن، اما باز هم من انتظار از زیر داشتم امروز که وقتی من خور کاندید کردم همه گفتن نه چرا باشه آقای عرفان، خب من احترام دارم به او کسی که اونجی بودن، اما 5 سال اونا به او کرسی بودن و باید یا او کرسی یا کرسی دیگه یک خانم جرأت زیر داشته باشه خور کاندید کنه و رأی بگیره. خب ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی میفته و انتخابات بعدی چه زمان برگزار میشن و دوباره دنبال همین افرادی که کاندید هستن خواهید رفت، رای خواهید داد به اینها؟ خب اجماع نظر کلی خو امین را نشان میده. خب در هر صورت فردا معلوم میشه هر کس مون رای خود خو و هیچ کس نمیتونه کس دیگر مجبور کنه به کی رای بده، خب طبعا در فردا کاندیدا همین دو شخص هستن بازن؟ فعلا چون از لحاظ قانونی باید کسانی که لحاظ قانونی باید باشن اول اینا میباشن، اگر رای نگیرن چهرهای بعدی. سپاسگزارم از شما سیمین بارکسای از مجلس نمایندگان.